بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما خانم آقایان، عزیزان دلم، سروران رجمن، خیلی خوش آمدین به پخش زندگی آراد برندین در 18 شب از مهر ماه. امیدوارم هر کجای این مهر اسلامی که هستین حالتون، حال دلتون حسابی خوب باشه و بهترین های خدا در انتظارتون. در قلب هفته هستیم و سه شنبه و قراری که هر هفته داریم با عز دل هممون رئیس محترم هیئت مدیره آراد برندینگ جناب مهندس شعبانی عزیز که تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم و از بیاناتشون استفاده میکنیم. مهندسشون خیلی خوش آمدید. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان. من یه چیزی رو نگفتم، هنوز دارم به اون میخندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، دوستانی که پشت صحنه ما هستن، دوستانی که تو منزل ما رو میبینن، شما مجری تمام من و دوستانی که بعداً تو مدرسه تجارت میبینن، آزمونش رو میدن. یه شوخی ما بچه مدرسه کردیم این هفته، آزمون هفته پیش خودم، واقعا باید با دقت فایلو ببینید، خودم هفته پیش خودم آزمون دادم، زرد شدم. اونجا فهمیدم که سبز گرفتن تو مدرسه واقعا کار سختیه و اونایی که یه تعداد زیادی سبز دارن رو میخوام زنده ببینمشون از نزدیک چجوری اینقدر سبز میگیرید. ولی خسته نباشی میگم به بچه های مدرسه، خوب سوالاشون سخته. یه داستانی هستش، میگن یه استاد دانشگاهی برگار داشت تحصیل میگرد، یه برگی اسم نداره، درسی نکرد، بگه آره بذار تحصیل کنیم، آخرش معلوم میشه دیگه کی اسم نداره. بعد تموم شد و دید همه اسما بود و همه برگا بود، پس این کیه؟ فهمید کلید سوالات خودشه و به خودش 16 داده بود. حالا این بچه های مدرسه ما خوب تر میکنن، یعنی خودم باید بشینم بنویسم بعد دست نوشته ها مازمون بدم شاید سبز بشم. به هر حال دوستانی که بعدا توی پخش زنده میبینن، توی مدرسه میبینن، هم بهشون سلام میکنن. یکی از دوستان بچه مدرسه تولد استاد تالیا رو تبریک گفته بود، بعد زده بود که در استاد بودن شما همین بس که ما هر چقدر سوال در بیاریم بازم محتواتون سوال داره که ما بتونیم طراحی بکنیم. سعی میکنم به نفعی سوال کنم که خیلی سوال نده و هواتون رو دارم بعدان سبز بگیرید. آخه هفته پیش فکر کنم خیلی حالتی صحبت کردم، یکی از دوستان زد الان اینو چجوری من سبز بگیرم. یه مدرسه هم حال و هوایی داره واسه خودش تو تیم ما و بچه های ما. خلاصه سعی میکنم اینجوری صحبت کنم که مدرسه هم راحت سبز بگیرن و پیش بریم. سلام بشه عزیز دلم. قبل از اینکه شروع کنم من دوست شما، من درخواست میکنم از عزیزان پشت صحنه‌مون که تایتل سامانم رو داشته باشن. 3021-19 در خدمت شما هست. هر آنچه سوال دارین رو میتونین در قالب یک پیامک بفرستین به این شماره و ما در خدمت شما هستیم. اگر وقت شد از مهندس شعبانی عزیز خواهم پرسید چه خبر داشته باشیم؟ چه خبر داشته باشیم که خب تو هفته‌ای که گذشت یه سفارت عراق رفتیم، بچه‌هامون رفتن عراق، امروز یه جلسه خوب رفتیم، بذارید خروجیاش بیاد بعد اعلام میکنم. آره رسانه‌ایش که نکنید، چون رسانه کار کرد، رسانه‌ایش نکنید، رسانه حواست باشه، بذارید خروجی بده بعدش رسانه‌ایش بکنیم. بعد خب درگیر کنیاییه و قناعیه بودیم که کنیاییه امشب رفت، یوسف بله امشب رفت، قناعیه پریشب رفت و بیشتر درگیر کارای این دوستان بودیم، کارخونه هاش و اینها. داریم کارای شوروما رو انجام میدیم، بچه های ترکیه همون ایران هن الان، بله فردا انشالله ببینیم اشون رو کاراشو جمع‌بندی کنیم. بچه عراق دارن میان، یه سری کشورها تو مذاکره ایم، سعی می‌کنیم با مالزی صحبت میکردیم، با انگلستانی ها داریم صحبت میکنیم. نماینده انگلستانمون خیلی آدم باحالیه، بعد قرارداد رو بهش پیش قرارداد دادیم خون برام بک فرستاد، یه جایش یه بند اضافه کرده بود، دیدین این وکلا میگن خیاره نمیدونم فلان و خیاره فلان، یه 10-11 تا خیار رو از ما سلب کرده بود. بعد اولش خواستم بدم تأمین ببینم این خیارها کجا کش میشه، کیا دارن گلخونه ایه. بعدش زنگ زدم آقا این چیکو، وکیلمون گفته من به وکیلتون زنگ بزنم سلام، ما اصلا این بندو قبول نداریم. ها
حالا میخوای صبح من دفتر باشه، نمیخواد شورون بشی. با اونا صحبت میکنیم، با یه دوست خیلی خوبی صحبت کردیم در مورد کانادا و عمان. خب اینا رو داریم گسترشش میدیم و درگیر کارهای اونا هستیم و خوبه. کلا یادتون باشه اون آخرهای تابستون که هم مصادف بود با آخرهای سفر، گفتم رونق کلا کسب و کار خیلی بیشتره. حالا یه اتفاق سیاسی افتاد، من کلا واکنش سیاسی ندارم چون آگاهیشو ندارم، ولی مثلا به بازار نوسان زد و زیر قیمت ها رفت بالا، دلار و این حرفا. ولی چیزی که دارم میبینم از کنش واکنش های بازار، حالا نمیگم همش چون تو بازار کشور ما شدیداً رکوده، یعنی دلار رفت بالا ولی هیچ خرید و فروش نشد. هر دفعه اینجوری میشد فرداش نمایشگاه‌دارای تهران انتا ماشین میفروختن، بنگاهیاش انتا خونه. قیمت ها رفت بالا، نمایشگاه کماکان اینجوری بودن. به در نگاه میکنم دریچه آه میکشد. آره بعد این وضعیتش بود. ولی تو مجموعه ما رونق کسب و کارمون، یعنی مثلا ما جمعه شب خب یه مهمان غنامون دوباره میاد، یه هیئت از کنیا داریم، نمیدونم بلیتشون چی شد، قرار شد بیان. و یه کاردار یکی از سفارت ها رو میاریم، یه سری از این کارا میکنیم. طرف ما رونق خیلی بیشتره چون ما سیستم بر مبنای کار طراحی شده. سیستمی که بر مبنای کار طراحی میشه تو دورانی که تورم نیست و رکود رشد میکنه. میگم قبلا هم گفتم، فکر کنم تنها کسی هم که تو این اقتصاد آرزوی رکود داره، یعنی اگر به مرغ پخته بگید خندش میگیره، ولی واقعا من از دست آدمایی هم که دعا میکنم تو ایران فقط رکود باشه. ساختار اقتصاد که درست نمیشه، ساختار اقتصاد درست نمیشه خیلی خوبه. من یه چند وقتی توپیدم به این تعهد ارزی، رفع تعهد، یه دوتا از این مسئولا رفتن توپیدم به اونا، به چی میگن؟ برون سپاری ارزی. به رفع تعهد اونا میگن برون سپاری ارزی. یک دوتاشون بهشون توپیدم، بعد اینا هم به اونا توپیدن که شما اصلا صلاحیتو کی تایید کرده اینجا نشستی؟ خیلی خوب بود. مثلا بهش بودم بابا من قور میزنم، کسی نمیتونه صبح بهم بزنه کی صلاحیتو تایید کرده. نه. من اینجا نشستم دیگه. به قول مهندس خوبانی ما اینجا نشستیم. مهندس خوبانی میتونه اعتراض کنه که چرا اینجا نشستی؟ تمام. بعد خب اینا که درست نمیشه فعلا. حالا ما بحثی هم نداریم. درست نمیشه فعلا. یه نماینده مجلس داریم گیر میده به خودرو. بله. معروفه، نمیخوام اسم بیارم. گیم ده به خوره، چند دقیقه پیش دوباره داشت گیم داد به خودرو. این روبرویه میگفت آقا فلان ماشین ما میشه اینقدر، میگفت بابا باش ماشین شما این، نه این تعرفه رو باز کنید بکنید 20% هستن ببینم کسی اونو سوار میشه. یعنی اینقدر ساده میشه تو اقتصاد ما بحث کرد، اینقدر ساده که آقا مشکل نداره دنا 800 1800 اصلا آزاد کنید ایران خودرو بذاره 2800 یه تومنم من روش میذارم 3800 کیه که بخره؟ شما با 500 هم کسی ازتون نمیخره، بازش بکنی. یعنی اقتصاد سه واضحه. یکی رفت گفتش که ریجستری آیفون 14 رو انجام میدیم، وسط جلسه بهش زنگ زدن که همین الان تکذیبش کن مهنت تا بلنشید ازلت کردیم. وسط جلسه گفت نه من گفتم دارن پیگیری میکنن. حالا من اجازه بگم کسی بهش وسط جلسه بهم زنگ نمیزنه دیگه بخوام بزنم زیر حرفا. به هر حال برای ما خوبه. چیزی که داریم میبینیم، نشونه هایی که داریم میبینیم، شرط خیلی بهتره و تو چند وقت آینده خب نتایج خیلی خوب میبینیم. چه خبر ما عالیست و شرایط روز به روز بهتر میشه. طبق برنامه داریم پیش میریم. طبیعتا اگر شرایط ایدئال باشه خب خروجمون بالاتره. این فکر کنید مثلا ما تو هفته پیش با یکی تفاهم کردیم سر یه موضوعی رو قیمت آتوم. بعد تو یک هفته گذشته که دلار رفت بالا هیچ خرید و فروشی نشد، این آه رو 3000 تومان 4000 تومان هی بردن روش این فروشنده‌اش. و من اینجوری بودم باز شماها یه دو روز دلار جابجا شد جوی شد، 6 ماه این قیمت ثابت، بعد هیچ کس هم که ازتون نمیخره. ولی مشکلات داریم. به هر حال شرایط خوبه.
یه ذره الان شدیدن درگیر شورومایی اینا رو که بیاریم بالا، خب یه نقطه عطف و بعد از اون خروجی ها خیلی متفاوت میشه، خیلی متفاوت میشه. دو سه روز پیش با یکی از دوستان جلسه رفتم، خیلی خوب بود. این کسی بود که من اولین بار باش 97 جلسه رفته بودم. با ما وارد تجارت شد، حالا شاید یه روزی اسمش آورده، با ما وارد تجارت شد. مشاورش الان چیزه، همتیه جواد. با ما وارد تجارت شد و شروع کرد به کار کردن. یه روز من تو اینستا پیام داد، ما خب کلا بچه‌ها اونجوری دیدن با ما کار میکنن، کارشون که میگیره کاری به ما ندارن، زندگیشونو میکنن، کاری هم با ما ندارن، مثلا یه سایت از ما دارن تمدیدش میکنن کاری. یه روز تو اینستا تو دایرکت داده بود که من شرایط خوبه، من ماهی 300 400 الان در میارم، ولی دنبال یه تکون دادن صادراتی هم میدونم، اگه قرار کاری هم کنم باید دوباره با شما بکنم، چون همون شروعش هم شما یه تکون دادید. خیلی جالب دارم، با پدرش هم اومده بود، پدرش هم مثلا کسی بود که میگفت سال 64 LC فلان جا رو من امضا نکردم. یعنی فکر کن یه نفری سال 64 میدونسته LC چیه، این الان واسه 99% جامعه قفله. اون زمان چی بوده؟ آدم کاربلدی بود، خیلی خوب بود و میگفت آقا میخواییم روی، الان وارد تولید شده بود، دوستا محصول داشت تولید میکرد، میخواست روی بحث صادراتیش بره. شوروم ها یه واقعا میگم یه نقطه‌ایه که اینها رو تکون خوب میده و کمک میکنه که رشد بکنن و کلن تو سیستم ما یه تکون اساسیه. حالا ما سعی میکنیم اینها رو هی بیشتر بکنیم و بیشتر هم روش کار بکنیم که تو چند وقت آینده اطلاعات بیشتری ازش میگیرید و دیتامون دقیق تر میشه. این چه خبر؟ چه خبر؟ خیلی هم خب دیگه ما اطلاع رسانی هم کردیم، خیلی ها در جریان قرار گرفتن و حتی دعوت هم شدن از طرف مشاوران عزیز ما که پنجشنبه 20 مهر ما همایش داریم. در همایش گذشتمون مهمان داشتیم و نماینده آراد برندینگ در کشور غنا مهمان ما بود و استفاده هم کردیم و واقعا هم لذت بخش بود همایش. این همایش چی داریم مهمان؟ ما احتمالا اگر برسن این کنیاییامون که اینا رو داریم، هنوز مشخص نیست چون یه ایران اومدنه، بله، دوستانی که از آفریقا میان یه توقفگاهی وجود داره به نام استانبول، درست، یهوتون هم گیر میکنه، یعنی بلیط دارن نمیرسن. ما فکر میکنیم فقط ایران ایر ما نمیرسونه، یهو مثلا این سودان ایر هم نمیرسونه. خب و آخه چند وقت پیش یه مطلب میخوندم که میانگین تاخیر هواپیمایی رسیده فکر کنم به 94 دقیقه و این به عنوان یک خبر خوب بود که یک ساعت و نیم تاخیر داشته باشه، خبر خوبی. بعد اگر برسن این هیئت رو داریم، این گروه کنیاییمون رو داریم که گروه خوبیه. یکی از سفارت ها هم اون کاردار اقتصادیشون میاد انشالله اگر اتفاقی نیفته و ایشون رو داریم. بله جا خوب. آره استالیا هم که هستن شما و منم که هستم، جلسه رو پیش میبریم. ما حقیقتش میخواستیم دیدیم جا به جا شد بریم هفته بعد، ولش کن دیگه، این هفته رو میریم واسه هفته های بعد هم دوباره خب این روند رو خواهیم داشت و دوستان رو دعوت میکنم. اتفاقا این دوتایی که رفتن یه نامه این قنایه لارنسمون زده بود واسه تشکر اینها. امروز یه جلسه مون آخرش با یوسف رفتم کنیاییه، بعد بهش گفتم خب توضیح دادیم که آقا برمیگردی این کارا رو میکنی، این فعالیت رو تمومش کردی، بودم خب آخرین حرفت چیزی بود که اذیتت کنه یا دوست داشته باشی؟ اول نظرش رو پرسیدم بعد چیزی بود، چیزی بودش باحال بود، گفت مشکل اینترنتتون یه فکری بکنید. من مشکل اینترنت داشتم و مثلا گفتم چیزی کم و کسر بود، گفت مشکل اینترنت، کارمندای هتل زبان نمیفهمیدن، مشکل اینترنت. گفتم که باید به اینم فکر کنم که چی کارش باید بکنی. حالا انشالله سیم کارت گردشگری میدم، ما میدیم به اینا حل میشه و اینا باید بگیم که سکوی بله و ایتا نصب کنن. کشور نیست که، دور همیه برنامهش هست شده، یه سری دوستان شروع کردن. این از این. بعدش کنم نظر در مورد شرکت چیه؟ خیلی خوب بود. خب یوسف تحصیل کرده یه تجارت بازرگانی هم بود، مقطع دکترا خونده بود، میگه ما یه سری خونده بودیم
ولی مجموعتون باحال بود. ما با اینا خب خیلی هم قاطی میشیم ما، یعنی نماینده یه جوری باش میری مثلا توی مایه‌های مثلا رحمان گلزار همه جا باش هستیم، مثلا باش سوارکاری رفتیم. درسته. مثلا تو با یوسف من بیلیارد بازی کردم، بعد باخت و گفت من والیبال فقط بلدم، نمیدونست که زمین والیبال هم داره. گفتم بریم والیبال بازی کنیم. رفتم باش والیبال بازی کردم، نه والیبال را قرار شد به تمرین کنه برگرد. آره. و خیلی خوشش اومده بود، جالب بود، میگفت کلی یاد گرفتم، امیدوارم تو سفرهای بعدیم باز هم یاد بگیرم و ارتباطمون طولانی بشه. براش جذاب بود و دوست داشت رابطه رو. به هر حال برسن میاریم، ما ظرفیت همون رو گفتیم، همه رو در اختیار همه دوستانمون میذاریم. اگر نرسه اون رایزن اقتصادی و اون کاردار اقتصادی اون سفارت رو میاریم که باعث میشه یه ذره جلسه‌مون رنگ بوی عمرم بگیره و دوستان مثلا تخصصی بتونن سوالاتشون رو بپرسن. خیلی حالا امیدواریم برسن. نرسیدم میشه همایشای بعدی. بخت زیاد. زنده باشی. آره. یه برنامه رو رفتیم، شما نمایندگی رو برام باز کردین و گفتین چی هست مسئله‌اش. دفاترمون هم فرمودین. از شوروم هم که خب فرمودین شما استفاده کردین. اما یه سری دوستان سوال داشتن، این سوال هم خیلی جذابه به نظر من از شما بپرسیم. این که ما، یعنی ما ایرانی ها تاجرای آرادی میتونیم با عزیزان نمایندمون ارتباط داشته باشیم، یعنی دیداری بریم دفترمون مثلا یا اونجا یه مذاکراتی رو با هم داشته باشیم، حالا بر سر موضوعات مختلف و محصولهای مختلف، یعنی این ارتباط وجود داره که برامون اتفاق بیفته؟ ببینید شاید یه ذره جوابم به میگم مذاق بعضی خوش نیاد، ولی یه ذره باید ریل صحبت کنیم. بله. ما تعداد تاجرای این برامون زیاده، تعداد نماینده هامون هم زیاده، ولی ما پی رابطمون، بیس رابطمون اقتصاد و ذاتاً در اقتصاد اعتماد کردن کار بسیار سختی، بسیار سختی. امروز داشتم با بچه همون صحبت بکردم، با تیم منتورامون، به من یه محصولی رو گفتم به قیمت آتومم میفروشم، تو ضررم که باشم میفروشمش، ولی تولید کننده که خیلی شیک به ما قیمت آ رو داده بود الان زنگ میزنیم جواب تلفن نمیده. بعد یک هفته جواب تلفن میده میگه شده بی. آقا تو رو آ تو ما فروختیم، شده بی، برو از جای دیگه بخر. درست شد؟ تو اقتصاد این بدیا وجود داره، بیاییم با هم صادق باشیم دیگه. میگم ما یه نماینده اونو معرفی کردیم به یه نماینده دیگه، نماینده ایرانمون به ترکیه، نماینده ترکیه‌مون خیلی شیک و مجلسی بهش گفت بود 30 تن میدی سمپل ما روش فکر میکنیم. کجا آوردی این جمله رو؟ بعد من باش خودم باش بحث کردم، بهش گفتش که شما قواعد اقتصاد رو رعایت نمی‌کنید. گفتم جان قواعد چی میشه برام توضیح بدی؟ با خودم داشت بحث میکرد، گفتم شما حرفتو با چه منطقی ارائه کردی؟ اول رابطه ما نمیتوانیم این تیم بزرگ با این تیم بزرگ در ارتباط بذاریم به چند دلیل واضح. یک، زمان. الان من نماینده کنیامو بزنم در اختیار بچه آراد، یه سری ها کنجکاو هم میزنن سلام، یه سری ها سوال دارن میزنن سلام، یه سری ها کار دارن میزنن سلام، یه سری اجرایی دارن میزنن سلام. اولا که این یه سری ها رو کی میخواد جواب بده؟ خودشو کی میخواد جواب بده؟ نکته بعدی، الان شما یه مشتری کنیاییتون رو میفرستید دفتر این آقا پول بگیره، پول بگیره به شما میده نمیده، به شما میده یا از کسی دیگه تأمین میکنه، اینا رو یکی به توضیح بده. بله. سند این حرفا چیه؟ این آقا گیرم هم پول گرفت، پولو به شما داد، شما بار میدی واقعا؟ واقعا بار میدی؟ ما یه روز رفتیم یه سفارتی، دوست ما نشست، من تو سفارت ها که میدم میگه جمعه هاتون اینه که بابا بچه هاتون رو به خیال راحت بدین به ما هستیم، بیاید دفترمون ببینید. یعنی همین که یه عالم آدمم آرامش بهشون میده. میگفت اتفاقا ما یکی از تجار اومده رفته به یه نفر 20 هزار تا داده و الان پیداش نمی کنه. بابا تو نمایشگاه تو یکی از شهرهای بزرگ کشور ما یه تاجری میره تو نمایشگاه به یه برندی سفارش محصول میده،
آدرس کارخونه میگیره، آدرس کارخونه رو میگیره، میره شمال، میبینه یه وسط جنگله، هیچ آدرسی، هیچ کارخونه‌ای وجود نداره. آدرس یه جنگل تو شمالو بهش داده بودن. تو نمایشگاه این کارو کرده بود. فکر نکن تو خیابون تو تاکسی پشت سیگار ننوشتن قرار دادو. تو نمایشگاه این کارو کرده بود. یعنی خیلی مجلسی. بابا اصلا یکی از دلایلی که خیلی از کشورهای اطراف میگم بار بیاد پول میدیم اینه دیگه. چون بار نمیاد، یا بار میاد اونی که میگی نمیاد. با من همین محصول آخریه قیمت ریخ، یکی بگش که بابا اینو براش بفرستید، اینو بفرستید چیه؟ خب من اینو بهش قول دادم، چجوری اینو بفرستم؟ بفرستید بابا چی میشه مگه؟ صادقانش طرف به من پول داده، دستش به چی بنده؟ منم که روی شرکت خودم و حساب خودم پول نگرفتم، این بنده خدا روی اعتماد رفته فلان صرافی توی ترکیه پول داده، نمیتونه پیدام کنه، واقعا نمیشه. ولی من پایبندم به کارم، ولو تو ضررم که باشم مجبورم معامله رو انجام بدم، مجبورم. ولی چی این تضمین رو داده؟ شما الان 99% کارخونه دارا باشون یه قیمت تفاهم کنید، قیمت جا به جا شو بینم کدومشون بهتون بار میدن. بله واقعا بریم چک کنیم. ما خودمون میگیم آقا اونا حق ندارن، باید ما پول، یه ذره پا درد دل اونا هم بشینید. همشون خاطره دارک دارن، پول دادیم بار نیومد. بابا طرف میگفت من پول دادم واسه آرد گچ اومده، داستان تخریبی تعریف نمی کنم، میگفت شوینده خریدم 15% پود بوده، 85% نمک، یکی از برندهای بزرگ کشورمون. چرا آقا تو جلسه تعهد کرده بودن ما با این قیمت جمعش میکنیم؟ جمع نمیشه با اون قیمت. وقتی جمع نمیشه بابا به خودمون دیشبیشی میگفتش که 30% پارسالی برسید، یه بار بشورید رطوبت میگیره اوکی میشه. نجدودم. خب قشنگیاتون بگید. چی بگم بهشون؟ بابا به طرف میگم این قیمت چند؟ گفتین، گفتم تا کی پا حرفت وای میستی؟ گفت صبح دوباره قیمت میدم. شوخی میکنید با ما؟ بعد جالب هیچ اتفاقی هم نمیفته، فقط داریم میگی. تو این شرایط به هر حال بچه آراد با تمام احترام، با تمام احترام، بچه آراد هم ممکنه اشتباه بکنن، نمیگم ممکنه پیچ بدن به بازی، ممکنه روی یه تأمین کننده ببندن تأمین بار نده، بعدش مشکل پیش میاد، بعدش مشکل. پس طبیعتاً ما معرفی اولیه نداریم. چجوری معرفی میکنیم؟ آقا میخواید یه مشتری توی سودان، توی سومالی، توی ترکیه، توی هند به ما معرفیش کنیم، ما همه چیزشو بدونیم. یه نفر تو آراد هستش، اسم نمیارم، تو تیم خودم منتورام این بهشون پیام بده بلاکش میکنم. امروز دیدم مدیر دفتر هندمو پیدا کرده، اصلا نه از کجا اینقدر اطلاعات داره؟ شماره‌ای از آراد داره خودم ندارم، این هم کیه؟ حتی ببینید من اسم نمیارم، بچه هم میدونن کیو دارم میگم، همشون دارن لب میگن اینجوری فلانی. یه واقعیتیه. اولین بار که با این صحبت کنی، اولین بار نگی ایلان ماسکه، میگی جکما هستش، علی بابا مال اینه. یعنی بهتون قیمت میده خدا، بعد برو پای معامله باش، گیر میفتی، گیر میفتی باش. بابا منو یه روز به من زنگ زد، اول نفر فکر کنم سراغ من اومد، ما یه روز داشتیم از تهران برمیگشتیم، تو ماشین داشت با یکی از بغلیای من سوال که منم بودم، گفت با فلانی و فلانی و فلانی جلسه آنلاین، این اسمایی که تو آوردی 60% اقتصاد فلان کشوره، باش آنلاین. کیش فلان، هر ساعتی تو گفتی آنلاین، دقیقا اینجوری کرد، هر ساعتی تو گفتی من میام بالا آنلاین. هنوز اون ساعت نیومده، ما منتظریم دیگه، شاید این شنبه یک شنبه برسن، شاید. یه واقعیتیه. پس ما نمیایم در اختیار بذاریم، آقا ما خودمون میگیریم، ترکیه مشتری داری به ما اطلاع بده، همه جزئیاتش هم بده، چون من میدونم پایبندم به قرار دادم، من میدونم یا قول نمیدم یا تا تهش وای میستم، من میدونم ورود نمی کنم یا اگر ورود کنم با تا تهش برم، با تا آخرش باشم توی موضوع. آقا یه سود یه باره کنیم، نه از این خبران نیستش، اعلام میکنیم تا آخرش هم وای میسیم. بابا ما یه باری رو از یکی خریدیم، اشتباه شد به هر دلیلی،
بیشترم سمت اون بود. خیلی شیک گفت آقا من پولمو گرفتم، کاری به این حرفا ندارم. خیلی شیک. الان ما چرا متحدین رو خیلی دوست داریم؟ چرا شورمو دوست داریم؟ چون شرکت طرف قراردادمونه دیگه. فقط کارامونو با اون انجام میدیم. یکی از این شورومیا متحدا برگشت گفتش که یه سوال بپرسم، آدم با تجربه کار کرده. گفت یه همکارم میاد 30% میشه زیر قیمت من بهت جنس میده. چرا با اون کار نمیکنی؟ دو تا استدلال ساده داشتم. استدلال اول، توی صادرات برند از محصول مهمتره. مثلا میگن برند سحر الان تو عراق جا افتاده. شما ربه ایران جا نیفته، برند سحر باید اگر یه محصول رب میبری باید یه برند بری جا بندازی، کار داره واسه. پس اولا که من برند جا انداختم، چجوری یه شبه بکشم زیر شما؟ دو، واقعا حوصله ندارم وقتی من تو رو به اون بفروشم، اون میفهمه من آدم فروشم و اون همیشه با من تو حالت ترس و ریسکه. پس من توی یه بازار بعد از یه مدت کوتاهی بدنام میشم و اصلا نمیخوام. من ترجیح میدم. به من یکی از بچه های کشوری زنگ زد گفت آقا این قیمتش این، زیرش دارید رقابتی؟ گفتم نه، اصلا من نمیخوام تو بازار به قیمت ارزون معروف شم. واضح دارم اعلام میکنم هدفم توی بازار به اعتماد معروف شدنه. آقا من یه جنسی رو میگم دارم با قیمت آ میدم، تو قیمت برات مهمه برو با دوستان صحبت کن. چون کسانی که صرفا با قیمت خرید میکنن برمیگردن، اگر ورشکستگیشون در حدی نباشه که بلند نشن برمیگردن. آدم قدیمی هم ما یه برندی داریم تو افغانستان، برند ایرانی تو محصول آ داره 60 دلار میفروشه، رقیبش تو افغانستان تو همون محصول داره با 50 دلار هر کارتونی میفروشه. در صورتی که اون 60 دلاریه تو ایران و سایر نمایندگی های اون برند 45 دلاره، آقا نمایندش خوب عمل کرده، بله. تو اون کشور اینو به 60 دلار جا انداخته و داره میفروشه. نمیگم گرون، اشتباه نکنید، نمیگم. من میگم آقا اعتماد، یه محصولی رو میدم، همین که نشون میدم، همین که دارم در موردش حرف میزنم، روی اینم هستم. آقا فلانی میگه زیر قیمت شما هست، برو بخر. من که میدونم چی میخری، برو بخر. این سیاست کاری ماست. چون اصلا دنبال رابطه ناپایدار نیست. ببین من وقتی میرم مثلا با نمایندم فوتبال بازی میکنم، اسب سواری باش میرم، باش شوخی میکنم، یعنی میخوام بمونه، تو زمان بهترم میشه، رابطه قوی ترم میشه. امروز یه جلسه رفتیم، یه تولید کننده بچه گلپایگانم بود اتفاقا، اونم دقیقش این بود آقا همکارای زیر پله‌ای داریم زیر قیمت میدم، برام مهم نیست. من یه محصول میرم، میرم محصولمو جا میندازم، پاشم وای میستم، پاشم آقا محصول من اینه، یه کیفیتی یه قیمتی، فقط باید قیمتم بصرفه، بیارزه، توجیه داشته باشه، روش وای میستم کار میکنم. پس این در مورد استفاده از دفاتر. نمیذاریم چون نمیشه، مدیریت کردنش غیر ممکنه، حواشیش غیر ممکنه. بعد همشون هم میگن آراد بود و آراد آشنا شدیم، آراد بود آراد آشنا شدیم. آقا ما اصلا سیاست کاریمون، یه نفر چند روز پیش اومد پیش من گفت من رفتم با شما که شروع کردم 1 میلیارد تومانم فلان سنگو خریدم، محصول سنگو شروع کردم. گفتم کی بهت گفت؟ گفت شما گفتی تجارت میکنی. گفتم محصول باید داشته. گفتم خب ما کی گفتیم باید محصول داشته باشی؟ و کی گفت برو روز اول بخر؟ ولی این آدم پتانسیل این رو دارد بگوید آراد، پتانسیل این رو داره بگه آراد گفت. قربونت بشم. گفتم فایلشو بیار من گفته باشم، یه فایل بیار بگو تو این فایل شما استاد تالیا، استاد وحید، ما از قربانی شما گفتید خیلی. آقا مشاورتون گفته برو بخر، من مشاور من بگی حاضرم یه دلقه روش فکر کنم، چی بگو فر بخری؟ پس ما نمیذاریم با هم دیگه در ارتباط. بدیهی هم هست. بعد یه چیزی هم یه بار دیگه هم گفتم، ببین گیرم شما نمایندگی گرفتی، من نمایندگی سومالی رو بهت معرفی کردم، محمد، اوکی؟
همین الانی که با هم صحبت میکنیم یه دفتر دیگه داریم تو سومالی بالا میاریم با یه نماینده دیگه. کی گفته این قوی تر از محمد نیست؟ چرا خودتون رو به شما اما سومالی رو بگیرید. ما تو سومالی نماینده زیاد میدیم. بعد آراد پارسال با آراد امسال یکسانه. امروز یه جایی نشسته بودم گفتش که چند تا نماینده بودم 700 تا دارم. گفت تو یه سال آینده میخوای چند هزار چقدر بشی؟ مثلا فهم کنم مثلا میگم 700 720، بودم یه 5000 تایی بشیم خوبه. گفتش که نمیشید دیگه. بودم کی گفته نمیشم؟ گفت خب 700 تایی، بودم 6 ماه. بعد من مهندسی معکوس میکنم، 5000 تا میخوام، یه نیرو در ماه این تعداد میده، پس این تعداد نیرو میخوام، از یه جای به بعد تعداد میاد بالاتر به خاطر ظرفیت، پس این تقسیم بری میشه، این میشه فرمولش. آها اون جلسه گفتم بازگوش نمیکنم، اینم فرمولیه، اینم فرمولیه. پس شما از ظرفیت استفاده کنید. آراد امروز خیلی ضعیف‌تر از آراد 6 ماه بعده، خیلی ضعیف‌تر. خودم دارم میگم ما رفتیم 6 ماه دیگه بیه، او چه کاریه، از الان باش با ما قوی شد. بله اون قضیه بله. طرف میره باشگاه میگه 2 هفته اول درد داری، میگه خب پس من از هفته سوم میام باشگاه. آقا ما الان میدانیم که 6 ماه دیگه از امروز قوی تریم، خیلی هم قوی تریم، همونطور که الان برج هفتیم. بله درست شد. 6 ماه پیش نسبت به امروز بچهای خودم تیم مذاکرهمو بیارید، یه سری سوال ازشون بپرسید، سری حقایقو میریزن رو میز. من قبول داشتم، تیم خودم داشت اینجوری که میشه نمیشه. آقا من الان به شما میگم، مثال دیدی کارگروه میریم با دوتا، مثلا یه وقتی مثلا 6 ماه دیگه بی تو بی گذاشتیم، مثلا بچه بودیم آقا بیاید یه سالون گرفتیم برید بی تو بی کشوری برید جلو چیکار کنیم دیگه. امروز الان 20 آدم توی قومن، 30 تا آدم تو قومن، برید با این 30 تا صحبت کنید. یه کارگروه نمیشه، سالن 40 نفره، 30 تا کشور بذارم کی به سوال بپرسه؟ ما این بازی میشه دیگه، این چنج ها این تغییرات رو داریم. پس شما نمایندگی کشور بگیر، نمایندگی کشور وایس رو ببین چی بهتون میدی. آقا میخوام با این آدم در ارتباط باشم، باخ میدی، بعد جوری هم سوتیه، نکنید این کار، نکنید. ما که نمیذاریم به دلایلی که گفتم، ولی خودتون هم نخواهید، خواستش هم منطقی نیست. یه میان برای بله بله برای چشم عزیزان بیننده بفرمی بخش رو ببینیم و یه گلوی یه مهندس عزیزمون تازه میکنم. بفرم دارن این کارا رو انجام میدن، درست شد. ما میخواییم وارد یه بازاری بشیم، مثلا ترکیه، درست شد. این حرکت فقط برای ما امکان پذیره. چرا فقط برای ما امکان پذیره؟ چون ما چند تا آپشن داریم بقیه ندارن. آپشن اول، ما دسترسی به تأمین داریم، اونم تأمین همه محصولات. یه کارخونه دار اگر خودش بخواد بره این براش قفل دیگه، ولی برای ما امکان پذیره. نکته دوم، ما نماینده داریم در تمام نقاط جهان. ما اگر بخوایم یه شورمون رو شلوغ بکنیم کافیه نماینده اون کشورمون رو زیاد بکنیم. یه اصطلاح ما استاد تلیا داشت، شیر باستانی می‌بندیم. آره حالا ما اینجا شیر نماینده رو باید کم و زیاد بکنیم. من میام فردا تو کشور حوزه جی سی سی خاورمیانه دارم کار میکنم، عربیا دارم کار میکنم، بعد چیکار میکنم؟ میام میگم که بچه‌ها رو اردن و لبنان کمتر کار کنید، برید رو عمان و امارات. چرا؟ چون اونجا شوروم زدم، اونجا تاجرم، خیلی راحت‌تر میتونه تجارت بکنه. درست شد؟ پس بحث بعدی داشتن نماینده است. ما تو همه نقاط جهان نماینده داریم، هر جایی هم که بخوایم نماینده هامون رو کم یا زیاد میکنیم. پس بحث بعدی نماینده داشتنه. صرف زدن دفتر اتفاقی نمیفته، ما نماینده داریم، تیم نماینده هامون رو تحریک کنیم، تهیج کنیم، برن روی اون محصول کار بکنن، فعالیت بکنن. پس این اتفاق توسط ما میتونه فقط رخ بده، یه چیزی نیستش که بقیه بزنن. بقیه دارند. ببین شوروم مثلا ما میتونیم برند ایکس رو تو عمان الان ببینیم، ولی این برند ایکس یه دونه خودش دفتر زده، اون هزینه 5 تومن 10 تومن رو پرداخت کرده، واسه خودش شوروم آورده بالا، هیچ کس دیگه هم پیشش نیست، هیچ کسی هم باش کار نمی کنه. ولی برای ما بازه ای، تا محصولاتمون رو میاریم بالاتر. از شارجه بیاد خوب. عرض ادب و احترام، خیلی خوش برگشتیم، متشکرم که ما رو تماشا میکنیم. به لحظات انتهایی گفتگو با مهندس شعبانی عزیز رسیدیم. تو همین حینم حالا شما
هماهنگی مهمانا و اینا رو دارن دیگه، رفقا و دوستان و همکارای ما توی مذاکرات بین الملل، و در لحظه هم دارن آمار رو گزارش میدن به مهندس شعبانی عزیز. مهندس جان یه سوال بپرسم برای حسن ختام. خیلی ها این سوال رو دارن، مخصوصا اون دسته از عزیزانی که تازه میخوان تجارتشون رو شروع کنن. اینکه ما یک نماینده مثلا در کشور ترکیه داریم، خب این بازاریابی و بازارسازی رو انجام میده، درست؟ این سوال این بنده خدا هست که من تجمیع کردم و درست دارم. نه ادامه بده. نه درست نیست دیگه، ادامه بده. این شخصی که توی ترکیه مثلا به عنوان مثال داره فعالیت میکنه به عنوان نماینده، این شخص ایرانی که تاجر آرادی هم هست چه وظیفه‌ای در قبال این نماینده داره و اون نماینده چه وظیفه‌ای در قبال طرف ایرانی؟ خیلی سخت شد. نه جمشید با نمک پایستو دوم خندیدم. عرضم به حضورت که ببین، یه بار ما یه مشکل کوچیک داریم. ما داریم تجارت رو تو ایران جا میندازیم. بله. خب این جا انداختن تجارت، همگانی کردن تجارت، یه سری تاوانها هم داره، مثل اون که گفتم میره محصول میخره. بله. درست؟ بله. ما میایم میگیم که ببین، تو میتونی تو بازار صادراتی بری، از ساختار نمایندگی آراد استفاده کنی، نماینده به دیتای ریل اون کشور رو میده، میری توی مذاکره. خب آشوری این آخر وایسته یه روز با خود این بحث کردم، الان دیدمش یه ها. آره تو صحبت قبلی لسته بزن بک بزنم. ببین من با آشوری میتونم کار بکنم، 10 سال 11 سال میشناسمش، میشه باش کار کرد، ولی طبیعتاً دوستی که امروز بیاد نمیشه. ببین من مثلا یه نفر داریم سایه داداشی مهر، آقای قدیمی ماست، خیلی هم باش کلکل میکنیم، من پر از حاشیه هم باش، یعنی چتای منو باش ببینی شاید یه روز ما همو میزنیم، دو روز هم دیگر اصطلاحاً بغل میکنیم. خب ولی آدم قدیمیه. بله. بالا پایینش دیدم، اوج عصبانیتشو دیدم، اوج خوبیش هم دیدم. من اوج عصبانیت آشوری رو دیدم، اوج خوبیش هم دیدم، یعنی میدونم بد شه تا کجا با من بد میشه، میدونم تو اوج بدیش کاری به پول نداره، جنسی که باش توافق کنم به من میده، اینو میدونم. بله. اصلا من با داداشی مهر تو اوجش هم با هم دعوا میکنیم، نفر سوم وارد دعوامون نمیشه، آقا این میخواد قراردادش بره بالا بیاد پایین، محصولش مثلا بهش گفتم، قشنگ یادمه به رضا شاکری گفتم بهش بگو بره محصول برام تولید کنه، رو برنده این کار کردم برام جذابه. به آشوری هم خودم گفتم، دو نفر رو من بهشون گفتم برید محصول بهم بدید، به دو نفر خودم گفتم، به رحمان گرزا گفتم کار میکنی محصول در میاری روش میریم کار میکنی. ببین اونو خودم گفتم، گفتم بیا روی شوروما محصول بهم بده، به رضا شاکری گفتم به داداش مهر بگو این کارو برام بکنه. آقا من یه سری آدم دیدم با ثبات و پایدارن، برام کار کردن با این افراد جذابه، اصلا من قیمت ازش نپرسیدم. نه. این یه محصولی میده، میره این محصول جا میندازی، درست شد؟ این جا انداختن یه محصول، این تجارت کردن، برای بعضی ها هنوز جا نیفتاده، چون ما بومیش کردیم، ما همگانیش کردیم تجارت. من با تولید کننده جلسه میرم، فرض کنید یه تولید کننده ایکس رفتم باش جلسه، مدیر بازرگانیش که تو کار صادراتش دستمونه اومده بود تو سال گذشته، یه سفر فرستاده بود آفریقا، یه سفر فرستاده بود اروپا، یه سفر فرستاده بود هند، هر سفر این تا خرج کرده بود، حالا بهش میگفتم دیتای فلان کشور رو بدینم 120 میلیون، میگفت خیلی خوبه، خیلی خوبه، ما اصلا تحقیق بازار میخواستیم بریم بکنیم، دو نفر نیرومون میفرستادیم 120 تا ازینه داشت، مگه خودم نمیفرستادم پارسال؟ بله. من خودم می اومدم سفر میفرستادم، بچه ها چی برام می آوردن؟ فیلم و ویدئو و قیمت های اون بازار، دیتا های اون بازار، درست شد؟ با شرایطش هر سفرم برا من 200-300 میلیون حداقل هزینه مینداخت واسه 4-5 نفر پارسال، تازه امسال میشه چقدر؟ خب الان همین کارو دارم با نمایندم میکنم. بله. یه نفر باشه به من، تازه اینا شماره که برا من نمی آوردن، اونا برام شماره هم می آوردن، اینا 5 روز اونجا بودن، اونا هر روز اونجا، اونا بچه اون محلن،
میدونم بازار فلان چیز کجاست، بازار فلان چیز کجاست، اینا هم نمیدونستن. پس یک کسی که کار تجارت و تولید انجام داده باشه قیمتا رو میفهمه. شما الان به یه کسی که میخواد وارد تجارت بشه بگو که شروع میای سال اول 1.5 برابر، سال دوم 2.5، سال سوم 4 برابر. داستانی که براتون تعریف میکنم ریاله. رفتم جلسه با یه تولید کننده، کی تو جلسه با من بود؟ قهرمان نژاد. کارخونه داره پدر بود، پسرش دانشجوی مدیریت صنعتی بود. مالی رو که با هم بستیم پدر گفت خب اوکی، ظرف 3 سال جا میفتیم تو این بازار. پسر یهو برگشت اینجوری کرد 1.5 برابر، اینقدر توش سود بانکی هم نمیشه. چون نه تولید کننده بود نه با تجربه تجارت. پدرش بگش گفت من میخواستم سود بانکی بگیرم، تولید کننده نمیشدم. نمی کنم هیچ کار. آقا شما بزن در رو، من 55 سال تولید کننده هم. یه تولید کننده اصلا بحث نمی کنه. با میگم من با 3-4 تا برند خیلی بزرگ جلسه رفتم، برند 1292 افتتاح شده. ازم پرسید 3 سال تو 3 سال اگه نشد چی؟ گفتم 110 سال نبودی میشه 113 سال. دغدغش این بود همکارم نیاد بکشی زیر بازی، از همکارم بگیری چون 30% ارزون تره. اصلا اون جمله رو نداشت که سود بانکی نمیدونم قیمت میارزه نمیارزه. چرا؟ چون اون دفتر زده بود، اون رفته بود مالزی. به قول خودش میگه من سال 71 که فلان مؤسسه فلان نمایشگاه رو در ابوظبی زد ما رفتیم، سال 71. این آدم میفهمه ما چی داریم پیشنهاد میدیم. آدمی که کار کرده باشه میگه من برم کنیا 4 روز برگردم 120 تومن خرج میکنم. اطلاعات کنیا رو به من 1 سال میدن 120 تومن ازم میگیرن. مثلا مقایسه عددی نداریم. الان شما میری شرکت فلان میگه آبیه کار مدیریت صادرات تمام بکن، میگه خب 150 تومن میگیرم آنالیز بازار برات میکنم، بسم الله الرحمن 150 تومن بده. نمایندگی داره چیکار میکنه؟ داره دیتای اون کشور رو به شما میده، نه یه نفر، نماینده های اون کشور. شما دسترسی به کل شهرهای اون کشور ممکنه داشته باشی. تا اینجا درست؟ با اونها مذاکره میکنه تو یه سال. آخه یکی از بچه‌ها اون زمان داده که این چرا اینجوری جواب ده؟ 7 دارم عکسش میتونم بچرخونم ببینید. 7:45 صبح زده سلام من فلانی ام تو حوزه فلان، حالا پیامشو ولش کن. طرف 9 جواب داده بود، 19:40 شب جواب داده بود. فرداش دوباره 7 پیام داده بود، این 10 زده بود، 8:30 شب جواب داده بود. قربونت پیام نده، کبوتر نامه بر از تو زودتر کارش انجام میده. چی کار داری میکنی تو پیامات؟ بعد میگه که به نظرتون این میشه؟ او تو 4 تا سلام احوال پرسی اول داره اینقدر طول میکشه. درست شد؟ پس نمایندگی این کارو میکنه. اگه قرار باشه کار بازاریابی و بازارسازیشو مذاکرهشو اینا شما انجام بدیم میشه شروع. آقا ما همه کاراشو میکنیم، همه چیزاشم گردن میگیریم گردن میگیریم. وقتی گردن هم میگیریم خودمون میریم باید چی کارش بکنیم. 1-2 تیممون وقت میذاره، درصد سوداش مشخصه. تو اون حالا 10% ما داریم میگیریم، 90% مال تاجره دیگه. با 10% ما چه خدماتی باید بدیم؟ اصلا توجیه خدمات نداره. ولی تو شروع میریم با طرف صحبت میکنیم، اگر صحبت کردیم راضیش کردیم پول گرفتیم، خب درصد سودمون رو میبریم بالاتر. اگر نه قرار شد بار برسه بعد پول بده، درصد سود تمام مساوی میشه. اگر رفتی با یه فروشگاه زنجیره‌ای با یه چیزی بستیم که مثلا 30 روز بعد پول بده، درصد سود تولید کننده رو میاریم بالا. آقا این معامله منطقی است. با هر کسی شما این اعداد ارقام رو مطرح کنیم میگه آها فهمیدم چی میگید. ولی 100 تومن دادم خب باید مذاکره بکنه، بازارسازی بکنه، راضیش هم بکنه. خب چرا تو بگیری؟ یه دلیل منطقی بیار. 100 تومن که سود معامله اولشه، نه معامله دومشه. چرا این کارو بکنه؟
من اگه بخوام همه این کارا رو انجام بدم، خب یه تولید کننده انجام میدم، ازش شوروم میگیرم دیگه، انحصار برندش هم میگیرم. پس دوستان یه کمی آگاهی، یه چیزی که دوستانه میخوام تست کنید، نه اینکه مقایسه کنید، مثلا یه نمایشگاه برید شرکت کنید، یه سفر برید، از همه بهتر هم این سفر رفتن. دوستمون باش فکرم دو سه روز پیش جلسه رفتم، گفت 5 بار تا حالا رفتم عمان. گفت 2-3 بار اول فقط داشتم یاد میگرفتم چجوری باید تاکسی بگیرم، چجوری هتلامو کاراش انجام بدم. این چیز داشت، سیتیزن کانادا هم بود، یعنی آدم تحصیل کرده کاربلد، بچه دانشگاه شریف بود. آقا برو یه سفر برید، یه سفر برید، جمع و تفریق بزنید، یه مصاحبه با رسانه ما بکنید، ما پخش کنیم همینو. آقا ما رفتیم عمان، یک کلیپی هستش، یه نفر وسط کیش با شلنگ داره سرشو میشوره، تو چادر هم خوابیدیم، هتل هم نرفتیم. چند در اومد واسطون؟ یه مبلغ بدید به ما دیگه، یه ما بحث نمی کنیم. من جلسم هر چی سنگین تر باشه کمتر بحث میکنم، اما جدا من هر چی جلسم سنگین تر آدم مقابلم کمتر بحث میکنم. چون امروز جلسه رفتیم 75 تا کارگر داشت، خط تولید بود، کارخونه. خیلی واضح گفت نمایندگی با شوروم فرقاش، توضیح دادم، گفت خب نمایندگی ما نمیتونیم شوروم، خودش میدونه. آقا قشنگم گفت، گفت من اگه بلد بودم صادر کنم، مذاکره بلد بودم، که روبرو تو نمیشستم، چی داری اینو نمایندگی تو میگی، برو سر شورومت. خیلی واضح به من اعلام میکنه ته دغدغش این، آقا من میخوام یه تومن بدم، 500 تاشو اول بدم، مثلا 2-3 ماهه بدم. ته جمله‌ای که من از یک تولید کننده بشنوم اینه، یا میگه هر محصولتون رو میخواید بگید یک، ما 2 تا محصول داریم، 3 تا محصول داریم، 2 تا حسابش کنید. مثلا یه برندی رفتم گفت ما 250 تا محصول تولید میکنم، میخوای یکی یکیش ازم بگیری؟ خب نه، خانواده‌ای بگیم چند تا خانواده‌ای؟ گفت خانواده‌ای همش مواد غذاییه. گفتم نه، خانواده‌ات خیلی بزرگ شد، همسایه‌ها رو فامیل حساب نکن، بیا ریزش کنیم با هم ببینیم چی میشه. مثلا یه جلسه رفتیم با یه تولید کننده، گفت ببین من ترکیه روسیه میخوام 2 تا محصول. گفتم باشه، من 2 تا تو یکی حساب کنم، 2 تا کشور داری. ته جلسه اینه. ولی مثلا ما یه جلسه میریم با یه کسی که، خب نمیگم این غلطه ها، اشتباه نکنید، ما شاید یه روز داشتیم چند وقت پیش صحبت میکردیم، شاید تا قیام قیامت ما هر اتفاقی تو تجارت واسمون بیفته، این حرکتمون که افراد رو وارد تجارت بکنیم ما قطع نمیکنیم. هر چقدر من اصلا تیم صادراتیم بفروشه، حتما یه تیمی میذارم آدما رو وارد تجارت بکنن، حتما این کارو میکنن، این حتمی، اصلا یقین بدونید. مگه اینکه بگن نکن این کار، یه وقتی من میگم نکن، خب نه، گفتن نکن به من گفتن، و یعنی اینو ما همیشه داریم. بله تا اینجا درست؟ چون خوبه اینه. آقا همین پسری که من پدرش پیشم بود دیگه، خب پدرش گفت ما همیشه دعاگوتون هستیم، اون بزرگی عزیز ماید. آقا همین پدره که من میگه دعاگوتون هستیم، بسه دیگه، بسه. آقا این نفر هستن دیگه، بسه، قشنگه، هر چی بگی. بله، یه روز یه نفری یه عکس بهم داد، شمال بود فکر کنم، بعد در یه ویوی نشسته بود، روبروش کوه بود و فکر کنم وسط کوه هم گاوبوسه هم بود، زده بود که خدا خیرتون بده، ما تو این شرایط هم تو این آپشن هم پول در میاریم. خب به تامین کنندش بار فروخته بود، از براش درصدش زده بود اسکرین، بهش گفتم حالا اسکرین شات میذارم، یه شوخی باش بام کرده بود وسطش، گفتم اسکرین شات رو میذارم، گفت اگه این تیکش هم گذاشتی مشکل ندارم. یه واقعیتیه آقا، این اینا میگه کافیه. پس انقدر این حس رو دوست داریم که ما اینو همیشه ادامه میدیم. ولی دوستان گاهن به دلیل عدم آگاهی کافی، تجربه کافی، سواد کافی اقتصادی، نه سواد دانشگاه، اشتباه نکن، یه مثالایی میزنن، یه توقعات دارن. چون یه روز به بچه‌ها گفتم ما یه توقع داریم، یه توهم داریم، یه سری از توقعات توهمه، واقعا توقع نیست، توهمه. قربون این که شما میگی اصلا نمیشه، این خواسته‌ای که شما داری قفله. یه سری مذاکرات با بعضی از دوستان که میکنیم مثل 5 به علاوه 1، اونا میگن ما اینا رو میخوایم، ما میگیم ما اینا رو میخوایم، دو تا موضوع هم داریم، پا میشیم میریم دیگه، کاری نمیشه کرد. اینی که شما گفتی من انجام نمیدم، اونی که
من گفتم تو انجام میدی پاش بریم دیگه، یه موز بردار دوامونش. یه واقعیتی به هر حال، اگه قرار باشه ما بازاریابی بکنیم، قرار باشه ما بازارسازی بکنیم، قرار باشه ما اعتماد سازی بکنیم، قرار باشه ما پولو بگیریم، میشه شوروم. یا تو شوروم نیستین، یه مشتریتون رو میخواید بدیم به ما، کامل میدید به ما، ما همه کاراشو میکنیم، قطعا 10% نمیگیری، قطعا 10% نمیگیری، شاید 90 بگیریم که 10 نمیگیری. میام اعلام میکنیم آقا چقدر زمان گذاشتیم، چقدر میخواد، واضح میگم آقا میخواد مشتری بره دفتر هند شما، یک مشتری باید کامل آمارشو داشته باشه، همه کاراش هم باید خودمون بکنیم. آقا من تامین خودم دارم، تامین تو اگر واحد تامین ما تایید داد داد، نداد با تامین خودمون کار میکنیم. بابا من پارسال این آخر فصل، امسال آخر فصل سیب، واسه هند یکی گفت سیب میخوام، یکی من گفت آقا نفرستید سیب الان نمیرسه، هند گرمه، هیچ چیش نمیرسه. یکی پیدا شد تو سمیرام اصفهان، بره آقا چی نمیشه، قشنگ واجهش این بودا، بره آقا چی نمیشه، به جان خودم همه چیز میشه، ما نمیدیم. چی وایس اول فصل بعدی، سه ماه جابجایی داره دیگه، من اگه بخوام با این بره آقا کار بکنم نمیشه، داستان است. آره سنم هم کمه، هنوز حالا حالا میخوام کار بکنم. خدا حفظتون، خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین مهندس شعبانی عزیز. من واقعا استفاده میکنم از صحبت های مهندس شعبانی، جمله به جمله دیتاست و امیدوارم همه عزیزان هم استفاده کرده باشه، درسته؟ خیلی لذت بخش. خیلی متشکرم مجدد از بذل محبت شما و سپاسگزار از همه عزیزانی که در استودیوی ما حضور پیدا کردن و خیلی متشکرم از نگاه مهربان شما. شبتون به عشق، شبتون به خیر و خدا نگهدار.